در بسیاری از متون نوشته شده است که گوادالوپ جایی بوده که درباره سرنوشت پادشاه رؤسای کشورهای غربی در اونجا تصمیم گیری کردن و از جمله تصمیم گرفتن که دیگه پادشاه نباشه. این حرف دقیق نیست، ولی به هر حال بخشی از واقعیت توش هست. صورت جلسات اونجا هست و پیداست که در اونجا اتفاقاتی افتاده، اما فقط کافی است که در نظر داشته باشیم که یک کسانی درباره این حرف زدن. کارتر گفته است که وقتی اونجا رفته متوجه شده که سه تا رهبر دیگه، یعنی سه رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان، موافق رفتن پادشاه از قدرت هستند. اما ژیسکاردستان نوشته که تنها کشوری که در این جلسه اعلام کرد که حکومت شاه خاتمه یافته کارتر بوده، یعنی آمریکا بوده. سولیوان معتقد است که سه کشور اروپایی کارتر رو قانع کردند به اینکه بره بیرون. اینا همه خلاف اون چیزی است که توی ذهنیت ها میچرخه. سفیر ایران در سازمان ملل، یعنی فریدون هویدا، نقل کرده از ژیسکار و نوشته که از آذر ماه امریکایی‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی حرف می زدند. ببینید که نقل ها از یه جلسه ساده اینقدر پراکنده و متناقض هست. این در حالی است که هم ژیسکاردستان و هم دولت وقت بریتانیا، هم آلمان ها روابط بسیار نزدیکی داشتند با پادشاه و در امریکا هم جز این نبود. ولی کارتر و یک گروهی از طرفداران حقوق بشر دموکرات‌ها البته از جهت حقوق بشر مخالفت داشتند، که بعدم اونها هم که افتاده بودن به اینجا که از شاه تعریف می‌کردن به عنوان فرمانده جزیره ثبات. پس چه اتفاقی افتاده؟ اما رمز این داستان در اینه، پاسخش، که گوادالوپ موقعی تشکیل شد که اصولاً دیگه چیزی باقی نمانده بود، فاصله بسیار کمی داشت تا موقعی که رژیم فرو ریخت. موقعی بودش که مردم تو خیابون چیزی باقی نذاشته بودند از حکومت. زمزمه‌ای در گوادالوپ میشد فهمید که میچرخیده داله بر این که از بختیار حمایت کنن، ولی مردمی که میلیون ها در خیابون بودن اصلا اجازه چنین تنفسی نمیدادن. این که این همه به گوادالوپ و تصمیم این بزرگان اهمیت داده شده به خاطر اینکه زمان برگزاریش به نظرم غلط تو ذهن اومده. شاید این تصور اومده که مثلا فرض کنید 5 ماه قبلش این جلسه گوادالوپ تشکیل شده بوده، در حالی که جلسه گوادالوپ موقعی تشکیل شده بوده که دیگه جایی برای ماجرا باقی نمونده باشه. هر اون چه که باید اتفاق میافتاد اتفاق افتاده بود. به همین دلیلم یک روز دو روز بعدش هویزر از ایران رفت.